به نام خدا سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همکارای محترم جلسه چهارم تفسیر تصویربرداری برداری سینه رو در خدمتون هستیم با توصیف یه ایمیجینگ قفسه سینه من چند لحظه سکوت میکنم تا ملاحظه بفرمایید و تفسیر خودتون رو داشته باشید خب توی این عکس البته به دلیل اینکه ازش عکس گرفته شده فیلدش کامل نیست و روتیشن چندانی هم نداره کیلو پایینی داره به دلیل اینکه بعد مهرای پشت قلب همونطور که قبلا گفتیم جاست فیزیبل باشن ولی نیستن یعنی باید بتونیم مهرای پشت قلب رو از هم دیگه افتراق بدیم ولی نمیتونیم به حال تفسیرش میکنیم خب گفتیم شروع میکنیم با اینکه بگیم یک لوسنسی یا یک کدورتی دیده میشه در تاثیر برداری اینجا یک کدورتی دیده میشه در زون فوقانی و کمی هم در زون میانی همیتوراکس سمت راست که هاشیه نامشخصی داره حاشیهش رو دقیقا نمیتونیم با یه خط مشخص بکنیم و روی کناری سمت راست مدیاستن سیلویت ساین ایجاد کرده ملاحظه کنید که در سمت چپ شما حاشیه مدیاستن رو میتونید مشخص بکنید ولی در سمت راست خیر و تغییر حجم ایجاد نکرده چون فاصله دنده های سمت چپ و سمت راست تقریبا یکی هست و در این قسمت یعنی تو قسمت پایینش اگر دقت بکنید یه سری یه دو خط سیاه رنگ دیده میشه که اینا ایر برونکوگرام ساین هستن بنابراین با این توضیحاتی که من عرض کردم یک کدورتی که سیلویت ساین ایجاد کرده حاشیه نامشخصی داره و ایر برونکوگرام ساین داره این سایه کانسالیدیشن هست اگر این بیمار سرفه و خلط چرکی و تب داشته باشه یک بیماری است که دچار نومونی رایت right آپر شده خب این عکس با هم ببینیم باز توی این تصویر برداری که البته همونجور که عرض کردم چون ازشون عکس گرفته شده فیلدش کامل نیست و کیلو هم یه کمی پایینه و یه مقداری هم روتیشن داره میبینید یه کدورتی چسبیده به مدیاستن در مجاورت مدیاستن قرار گرفته و مدیاستن واید شده کاملا مشخصه که یک وایدنینگی در این منطقه در مدیاستن اتفاق افتاده گلد استاندارد بررسی زایت مدیاسن سی تی اسکن هست بنابراین این ممکنه یک لیمفوما باشه یک رتروسترنال گویتر یا سایر زایات مدیاستن که برای بررسی دقیق ترش باید چه سی تی اسکن از بیمار انجام بشه همونجور که عرض کردم ساین ها یا علامت های مختلفی در رادیولوژی وجود داره که مشخصشون اینه که به ما کمک میکنن که ترس افتراقی محدودتر بشه و این ساین ها رو ما میتونیم در کتب مرجع رادیولوژی ببینیم که ما به بعضیشون اشاره کردیم از جمله ایر برونکو گرام ساین که در جلسه قبل و در تصویر اولی که در این جلسه نشون دادیم ایر برونکو گرام ساین گفته شد و توضیح داده شد و خدمتون بودیم و میبینید که توی این چست ایکس در پشت قلب انگار که با یک به اصطلاح مداد مشکی برونش ها نقاشی شدن به این دلیل که یک کانسولیدیشنی به عبارتی در پشت قلب بوده که همجوری عرض کردم وقتی آلبول آل ها پر از ماده ای بشن که جلوی عبور اشعه بگیره هم از مایع یا چرک اون منطقه سفید میفتن آلبول آل ها و برونش ها اون وقت رزولوشن پیدا میکنن مثلا در این منطقه هم ما هم برونش داریم هم آلبول آل ولی برونش ها رو نمیتونیم ببینیم چون هر دوشون توشون هوا هست و رزولوشنی از همدیگه ندارن ایر برونکوگرام ساین اگر بیماری اتلکتزیس با راه هوای باز هم داشته باشه باز هم همین ایر گرام ساین درش دیده میشه الان توی این سی تی اسکن نپردازیم به این زایت گرند گلاسی که توی این منطقه و بالاتر دیده میشه که این روزا به دلیل کووید شما از این زایت گرند زیاد میبینید در این بیمار سی تی اسکنش تیپیک بیماری کووید نیست ولی اونچه در این عکس میخوایم توجهتون جلب کنیم این ایر برونکو میبینید که برونشای مریض و واضح تو یک زمینه سفید میتونید ببینید باز توی این تصویر اگر دقت کنید این پیکان هایی که مشخص کرده توی این منطقه شما برونشار رو میتونید ببینید و همینطور در سمت مقابل یک کانسالیدیشنی دیده میشه که ایرونکوگرام گرام ساین داره و در این یکی تصویر شما میتونید یک مسلسی رو ببینید که حاشیه مشخصی داره رأسش که البته خیلی مشخص نیست به سمت مرکزه قاعدش به سمت محیط و یه سری خطوط سیاه رنگی که به عبارتی برونشو هستن درش دیده میشه این مشخصه اتلکتزیس رایت آفرلوبه به عبارتی رایت آپرلوب بیمار دچار کاهش حجم اتلکتزیس شده و این ای هم که ملاحظه میفرمایید عمدتا ماینور فیشر به این صورت که فیشر مینور بعد به صورت افقی در امتداد دنده شماره 4 دیده بشه ولی وقتی لوب فوقانی دچار اتلکتزیس یا لفظ میشه فیشر رو با خودش جا جابجایی میکنه و به سمت بالا میبره که اینم یکی از معیارهای جابجایی فیشرها یکی از معیارهای تغییر حجم میتونه باشه خب توی این تاثیر برداری میبینید که مرز یک دیوایسی در قلبش داره که با وایراش دیده میشن و های استرنوتومی دیده میشه که یک عمل جراحی قبلا روی قفسه سینه بیمار صورت گرفته و یک کدورتی رو میبینید در زون فوقانی همیتوراکس سمت راست که حاشیه کاملا مشخصی داره و درش ایر و گرام هم دیده نمیشه و این خطی رو که ملاحظه میفرمایید فیشر ماینور هست که به سمت بالا رفته که نشون میده این زاویه ایجاد کاهش حجم کرده بنابراین گفتیم این مثلث ها عمدتا اتلکتزیس هستن و چون جابجایی جایی فیشر ایجاد کرده پس کاهش حجم ایجاد کرده و چون ایر و گرام نداره بنابراین این یک اتلکتزیس رایت آپر لوب با راه هوایی بسته محسوب میشه توی این تصویر برداری این که حالا فیلد عکس کامل نیست و اینکه که همیدیافراگم سمت راست بیمار قسمت لاترالش به خوبی دیده نمیشه اضافه کوستوفرینی هم که در عکس نیفتاده و عکس هم در حالت اپی گرفته شده چون شما چه لیت هایی رو که دارن مونیتور میکنن مریضو میبینید مطلب مهمش این هست که ما یک وایت همیتوراکس میبینیم. یک غلط مصطلحی هست که بهش وایت لانگ گفته میشه. خب به این علت که ممکنه این وایت بودن یک همیتوراکس مشکل توی لانگ نباشه. توی پله باشه. بهتر ما بگیم که یه همیتوراکس بیمار وایت شده. یک وایت همیتوراکسی میبینیم که حالا مشخصاتش رو توضیح میدیم. ما قاعدتا باید حدود یک سوم قلب رو در سمت راست ببینیم ولی الان نمیبینیم به این علت که قلب رفته سمت راست از اون طرف تراشه بیمار باید در خط وسط باشه ولی نیست رفته به سمت چپ قلب رفته به سمت چپ قلب رفته به سمت چپ تراشه هم رفته به سمت چپ بنابراین یک شیفت مدیاستان به سمت چپ اتفاق افتاده لذاست که این زایی که اینجا دیده میشه و همیتوراکس رو سفید کرده به اصطلاح یا هیزی کرده باعث کاهش حجم شده و ترس افتراقی که میتونه داشته باشه یکیش کلپس ریه سمت چپ بیمار هست و همونجور که ملاحظه می‌کنید این تراشه رو ما وقتی ادامه میدیم برونش سمت راست رو تا یه حدودی میتونیم ببینیمش ولی برونش سمت چپ رو وقتی به اینجا می‌رسیم دیگه انگار ادامش دیده نمیشه بنابراین اگر یک موکوس پلاک یا یک زایه اندوبرونکیالی در برونش سمت چپ بیمار اتفاق افتاده باشه منجر به همین زایه میشه گاهی وقتا در نومکتومی ها یعنی وقتی یه ریه مریض رو برمیدارن تو مرحله اولی بعد از جراحی هم ابتدا خب ریه برداشته میشه فضای خالی هست بعد مایه تجمع پیدا میکنه بعد میاد روی سمت مقابل میاد جایگزینش میشه تو مرحله ای که بعد از نومکتومی مایه تجمع پیدا میکنم همچنین حالتی رو ممکنه ببینیم ولی در عمده موارد واید شدن همیتوراکس که با کاهش حجم همراه باشه و شما ادامه برونش رو نتونید ببینید معمولا در اثر زایات اندوبرونکیال تو مریضای آی سی اگه از قبل مشکلی نداشتن در اثر تجمع خلط غلیظ که بهش موکوس پلاک گفته میشه و اگر بیماری از قبل مشکلی داشته باشه در اثر تومورها و زایات اندوبرونکیال ممکنه تومورهای اندوبرونکیال ممکنه اتفاق بیفته خب این عکس‌ها رو نگاه کنیم بعد توضیحاتشو میدیم توی عکس بالایی شما یک کدورت گردی رو میبینید که هیزی هم هست به صلاح یک چیز گرد سفید رنگی رو میتونید اینجا ملاحظه بکنید توی عکس پایینی یه چیز گرد سیاه میبینیم که هاشیش هم میتونیم ببینیم و یه چیز زایعه، یه ضایعه گرد سفید رنگی هم دیده میشه حالا بریم ضایعات مدور لوسنت و هیزی رو با همدیگه مرور کنیم خب وقتی ما یک مثل عکس بالایی زایعی رو میبینیم یا یک هیزینتی رو میبینیم که مدور هست و اندازش زیر 3 سانتیمتره به این نودول گفته میشه یعنی حد اکثر تا 3 سانتیمتر بهش نودول گفته میشه حالا این ندول ممکن منفرد باشه که بهش سالی تاری پلمونری ندول گفته میشه ممکنه نودول ها متعدد باشن که ترس افتراقی های خاص خودشون دارن ندول های متعدد بسته به اندازشون متنوع تشخیص افتراقی دارن ولی اگه بخوام در مورد یک نودول صحبت بکنیم و اگه بیمار سالی تاری پولمناری نودول داشته باشه وقتی یک نودولی را میبینیم باید توصیفش بکنیم به این صورت که ببینیم آیا زایعش این زایعه نودولی که دیده میشه هاشیش صاف یا لوبولیتد هست دیگه این که توش کویته ایجاد شده یا نشده دیگه این که درش کلسیفیکیشن دیده میشه یا نمیشه و اگر کلسیفیکیشن درش دیده میشه چه طرحی داره مثلا کلسیفیکیشنش مرکزیه یا کلسیفیکیشنش محیطیه و همه اینها به ما کمک میکنن که افتراق بدیم به صورت اولیه یک نودول خوشخیم رو از یک ندول بدخیم بنابراین زایعات مدور یا تقریبا گردی که اندازشون حد اکثر 3 سانتی متر بهشون نودول گفته میشه از اون طرف اگر زایات نسبتاً مدوری ببینیم که لوسنت باشن اینا چی میتونن باشن؟ میتونه بول باشه، میتونه سیست باشه، میتونه کویته باشه برخلاف نودول که افتراقش از مس بر اساس قطرش بود اگر یه زاویه نسبتا مدوری ببینیم که قطرش بالای 3 سانتی متر باشه به هیزی باشه به این مس گفته میشه اما در مورد زایعات نسبتا مدور لوسنت افتراقشون اینکه بوله یا سیست یا کویته هست به قطرشون بستگی نداره بلکه به ضخامت جدارشون بستگی داره به این صورت که اگر ما به اصطلاح چیز گرد لوسنتی ببینیم که توی عکس تقریبا حاشیه‌شون نتونیم افتراق بدیم یعنی زیر یک میلیمتر وخامت جدارش باشه به این بول گفته میشه که معمولا در سی تی اسکن خب بهتر تشخیص داده میشه چون این یک میلیمتر خیلی زخامت خیلی کمی هست اگر یک زایعه نسبتا مدور لوسنتی ببینیم که زخامت جدارش یک تا سه میلیمتر باشه به این سیست گفته میشه و اگر بالای سه میلیمتر تا یک سانتی متر زخامت جدار باشه به این کویته با جدار نازک گفته میشه و اگر زخامت جدارش بالای یک سانتی متر باشه بهش کویته با جدار زخیم گفته میشه پس بنابراین مرور میکنیم یه زایعه لوسنت مدور اگر زخامت جدارش کمتر از یک میلیمتر باشه بول اگر یک تا سه میلیمتر باشه سیست اگر سه میلیمتر بیشتر از سه میلیمتر تا یک سانتیمتر باشه میشه سین وال کویتی یعنی کویته با جدار نازک و اگر ضخامت جدارش بالای یک سانتیمتر باشه میشه کویته با جدار زخیم که اولین تشخیص افتراقی این مورد آخر یعنی کویته با جدار زخیم زایات مالیگنانت و کانسرها هستن خب تو این عکس بالایی توی زون ما یه کدورتی رو نسبتاً مدور میبینیم که حواسمون باشه این بالا چون یکم شروخ فلوغه یه دو تا دنده رو همدیگه و کلاب و کلا اینها افتادن گاهی وقتا این زایات میس میشن تو عکس لاترال هم همین دیده میشه و بعد از مریض چه سی تی اسکن انجام دادن که ببینیم تو سی تی اسکنش چی دیده میشه در سی تی اسکن در آپرلو به سمت راست بیمار شما یه زایه‌ای می‌بینید که اگر قطرش رو اون خط کشایی که معمولا این کنار سیتی اسکن هست توی کلیشه ها قطرش اگه اندازه بگیرین بالای 3 متر، بنابراین یه مسه هاشیهش به صورت خارخاری به اصطلاح یا اسپیکولیتد هست که این میتونه به نفع ملیگنانسی باشه حاشیه صافی نداره از اون طرف یه تعدادی ندول کوچیکم اطرافش داره که به اینها ستلیت ندول گفته میشه بنابراین ما یه توده داریم که چون هاشیش اسپیکولیتد هست یا به اسطلاح مثل حالت خارخاری داره این زایه قریب به یقین ملیگننته بلخص که ندول های اقماری هم در کنارش دیده میشه حالا یه چیزای دیگه هم تو این سیتی اسکن دیده میشه که توضیح میدم خدمتون تراشه بیمار که باید گرد باشه تقریبا گرد باشه نیست به حالت بیزی در اومده بهش سیبرشیت تراکا گفته میشه تراشه که شبیه غلاف شمشیره در مرزی که آمفیزم دارن دیده میشه و بولهای های آمفیزم رو شما میتونید اینجا ملاحظه بکنید زایات لوسنتی که جدار نازکی دارن بهش پاراسپتال امفیزما گفته میشه توی خود پارانشیمریاش هم بول دیگری دیده میشه خب همه این اتفاقات به دلیل این سیگاری که توی جیب بیماره و فندکش هم ملاحظه میکنید این سیگارهایی که کشیده آنفیزم و ملیگنانسی براش ایجاد کرده در مده وایدنینگ مدیاستن قبلا خدمتون ارز کردم که اگر قطر مدیاستن در یک سطح بیشتر از یک سوم قطر تراک در همون سطح باشه به این وایدنینگ مدیاستن گفته میشه در عکس سمت چپ ملاحظه میکنید که تراشه بیمار به سمت راست منحرف شده گاهی وقتها در اثر فشار قصا اورته ولی این حالت خوشبینانه شه که بگیم در یادمی که هایپرتنشن داره و سنش بالاست این شیفت تراشه در اثر قصا اورته بلکه اول باید فکر کنیم که ممکن زایات دیگری در مدیاسن اتفاق افتاده و چه سیتی اسکن از بیمار انجام بدیم که ببینیم این زایعه چه هست در عکس سمت راست ملازم می کنید که تراک بیمار در قسمت بالای قطر تقریبا طبیعی داره تو قسمت دیستال هم قطر تقریبا طبیعی داره ولی در قسمت میانی تراشه تنگ شده که این تنگی تراشه می تونه در اثر فشاری باشه که از اطراف بر تراک های بیمار وارد شده خب در این چه سیستری که البته دو تا سچور هم دیده میشه اینجا که به نظر قبلا مریض تحت عمل جراحی قرار گرفته ملاحظه میکنه که این سطح مایع هوایی ما اینجا میبینیم و در محدوده مدیاستن هم هست عرض کردیم که برای اینکه کمپارتمنت های مدیاسن رو از هم دیگه افتراق بدیم حتما باید عکس لترال داشته باشیم میبینید که این سطح مایع هوا پشت قلب بیمار هست خب یکی از این رو ببینه ممکنه فکر کنه این یک لانگ ابسس هست هر هرچند در عکس پی در محدوده مدیاستان بیمار بود اگر این زایه رو دیدیم و شک کردیم که این زایه زای پرانکیماله یا نه اینا این احشای شکمی به اصطلاح معده مریض هست که هرنییت شده به داخل قفسه سینه بیمار کاری که برای افتراق میتونیم انجام بدیم ای که اینکه کنتراست خوراکی به مریض بدیم بخوره اگر اون کنتراست رفت تو قفسه سینه یعنی خوبیم این به سیستم گوارشی بیمار متصله یا اینکه انجی تیوب برای بیمار بذاریم دوباره عکس بگیریم اگر انجی وارد سینه شد یعنی اینکه این معده بیماری که هرنییت شده به داخل قفسه سینه خب باز از زایات مدیاستن تو این عکس بالایی شما یک زایه لیتیکی رو در ستون فقرات میبینید گفتیم اگر فقط عکس پی از مریض بگیریم که کار اشتباهیه بعضی چیزها رو مثل ورتبرال کلوم نمیتونیم ببینیم چون پشت قلب افتاده از جمله اینجا که میبینید یک زایه لیتیک در مهرای بیمار دیده میشه که بعد سیتی اسکن که انجام شده یک توموری در اسپاینال کلوم بیمار وجود داشته از توجه شما سپاسگزارم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعد